دوستان عزیز، بینندگان گرامی، سلام میکنم خدمتتون. امیدوارم هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و بتونیم امروز هم مثل روزهای چهارشنبه گذشته از آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور استفاده کنیم، از خاطراتشون، تجربیاتشون. من سلام میکنم خدمت ایشون و باز هم بهشون خوش آمد میگم و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده و شما بینندگان عزیز قرار میدن. سلام خدمت شما آقای عقیلی پور و ممنونم ازتون. با عرض احترام حضور حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان محترمتون، انشاءالله که همیشه پایدار باشید و سپاس از این که باز فرصتی مرحمت میفرمایید که بتونیم با هم یک گفت و شنودی داشته باشیم. خیلی ممنون قربان. اگر اجازه بدید من برم سراغ سوالات، چون به نظر میرسه که هر هفته دوستان بیشتر سوال میکنن. حتی در برنامه های معمولی خود من هم دوستان بیننده زنگ میزنن، من هم خوشحال تلفن رو جواب میدم، بعد ببینم برای من نبوده، برای شما بوده. یه مقداری داره به شما حسودیم میشه قربان. همه این حرف ها از شما سرچشمه میگیره، تمام نظراتی که میدن اون سلامت روح و سلامت شما و به خصوص صداقتی که دارید اینه که همه رو به طرف شما جذب میکنه. من ممنونم از لطفتون، امیدوارم که لیاقت این همه صحبتهای خوب رو داشته باشم. قربان با این سوالای بیننده ها شروع کنم یا سوالایی که خودم نوشتم، چون یکی از دوستان درباره بنیاد، یعنی در انجمن حجتیه به رهبری شیخ محمود علوی و ارتباطش رو با شاه و ساواک و اینها صحبت کرده، یا اینکه سوالای معمولی رو بپرسم و شما اونها رو پاسخ بدید، بعد اگر وقتی بود به این سوال هم پاسخ بدید. حالا در مورد حجتیه هم که سوال فرمودن، منظورش اینه که چه سازمان با کی کار میکرده و با شاه و اینا چه کار داشته دیگه؟ بله، یه توضیح مختصری در رابطه با پیدایش حجتیه به رهبری شیخ محمود علوی، رابطش با ساواک یا با شاه چگونه بوده، چجوری توی به اصطلاح حکومت پادشاهی یه دفعه یه انجمنی اونم به این تندرویی شکل میگیره، یه مقداری از در این مورد توضیح بدید برای افرادی که با کمال میل عرض کنم که این انجمن حجتیه یه شبکه‌ای است که با سیستم لوژ فراماسونی اداره میشه. پایگاه اصلش هم در حوزه علمی قومه. رئیس اون شیخ محمود زاکرزاده تولایی بود که معروف به شیخ محمود حلبی. این انجمن چهار شبکه مهم در اختیارشه در اون دستگاه: یکی هیئت متلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، روزنامه رسالت و فدایان اسلام. این همون وقت بعد از انقلاب وقتی که اعلام کردن این داره 30,000 عضو دائمی بود. آیت الله مکارم شیرازی که قدرت برتر حوزه قومه و واعظ تبرسی که همه کار است در مشهد و تولیت اونجا، اینا عضوهای مهم پشت پرده این سازمان بودن. قبلا یک کسی بود به نام میرزدین منیرالدین حسینی. این میرفت انگلستان و میومد، این سالها قبل از انقلاب اومد آکادمی علوم اسلامی رو در قم تأسیس کرد که در همکاری تنگاتنگی بود با مرکز مطالعات استراتژیکی لندن. یعنی از شروع کار این آکادمی علوم اسلامی وابستگیش به لندن بود. آیت الله مهدوی کنی که از بنیانگذاران همون لوژ اسدآبادی است، اینم اومد جامعه روحانیت مبارز رو تأسیس کرده بود که مدت هم در لندن بود، ولی بعد از مدتی که بود از دبیر کلی این جامعه استعفا داد، چون از اون گردن کلفتایی است که با همه جا بنده این آقای مهدوی کنی. بعد از انقلاب مدتی در لندن بود که دائم با اون آقای شریف امامی در تماس بود. البته خمینی هم گفته بود که من به آقای مهدوی کنی ارادت داشته و همیشه این ارادت من پابرجا خواهد بود. مهدوی کنی بین بازار و مذهبیون رو پیوند میداد و در دستش داشت. در اون هیئت مؤتلفه اسلامی که اول بود، عسکر اولادی رو
دبیرکل گذاشته بودن که ایشون میگفتش که یهودی بوده و به اسلام برگشته. خود رفسنجانی هم با مشاغل مهمی که داره از این استادان بزرگ حجتی است و تماسایی هم که با خارج داره مبین دلیل موضع رفسنجانی در این سازمانه. یه آقایی به نام سید مصطفی میرحجت‌الاسلام، سید مصطفی میرسلیم، که این از قدیم در لندن میرفت و میمد، بعد از انقلاب هم که اومد و انتخابات و اینا شد، ایشون اومد خبرنگار بی بی سی رو دعوت کرد به تهران، ترتیبی داد که بیان با آیت الله مکارم شیرازی، آدامچیان، زوارعی، ناطق نوری مصاحبه‌ای به دستوری که بود انجام داد و زمین سازی را برای نفوذ حجتی از همون سازمان ها پایه‌گذاری کرد. البته در تشکیلات حجتیه علاوه بر آخوندها و وزرا و کلا به خصوص نیروهای مسلم عضویت دارن. همین مسئله چاه چمکران را که حجتی از پشت پرده با کمک آیت الله مصباح یزدی علم کردن و احمدی نژاد هم آلت دست اجرایی این برنامه بود. به طور مثال قدرت اینا رو ببینید، یا تو از که رفیق دوست که قبل از انقلاب یک میدان در میدان سبزی فروشی خاربار تربار جنوب تهران در اونجا کزینا بود، این در توسط همین حجتیه به قدرت رسید و مافیای مالی رژیم رو هدایت کرد. و وقتی هم که اگه نظرتون باشه یه سرصدا در اومد که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اینا دزدی کرده بودن، ولی هیچ کاریش نکردن، بهشم حرف نزدن، برعکس اومدن سرپرستی بنیاد جانبازان رو که 600 هزار خانواده رو اداره میکرد با چند میلیارد دلار دو مرتبه در اختیارش گذاشتن. این آخوندها و این خیر آخوندها که حجتیه رو تشکیل میدن، اینا که بعد از انقلاب یه باره از آسمان به زمین نیفتادن، همه در دوران شاه وجود داشتن و آمادگی پیدا میکردن. در سلامهای رسمی اکثرا میومدن کاخ گلستان، دعوت میشدن، شرکت میکردن و مورد الطاف مخصوص اعلی حضرت اسلام پناه قرار میگرفتن. بعد از کودتای ننگین 28 مرداد و برگرداندن مجدد شاه به تخت سلطنت، دو برنامه برای شاه تنظیم شده بود، یکی کوبیدن و از بین بردن هر دگر اندیشی و به خصوص ملیون اگه وجود دارن و ایجاد یک حکومت دیکتاتوری یک نفره. وظیفه دوم ترویج مذهب شیعه اثناعشری بود. در هر دو مورد موفقیت کامل پیدا کرد. برای حکومت یک نفره و دیکتاتوری خاص از بازوی ساواک استفاده میکرد. برای مذهب شیعه هزار تا هزار مسجد ساخته شد. شاه بود که شخصا دستور داد در دانشگاه تهران مسجدی بپا کنم. در نطقی هم که کرد دستور داد که آموزش و پرورش باید نونهالان و به باورمندی مذهب شیعه اثناعشری در همه شون آگاه کنه و چند تا آخوندم گذاشته بودن که اینا مشاور وزیر آموزش و پرورش بودن که کتاب های درس رو کنترل کنن که در خط مذهب شیعه باشه و قرار گذاشتن که در بودجه هنگفتی هم که گویا حدود 19 میلیون دلار در ماه بود در اختیار بودجه سری نخست وزیر بود که با آخوندها میدادن که دولت آموزگار اون رو خلط کرد. ببینید دکتر فاطمی یار وفادار دکتر مصدق و قهرمان مبارز گفتش که تا دربار پهلوی برپاس انگلیس احتیاج به داشتن سفارت در ایران نداره. با این شرایطی که من حضورتون عرض کردم حالا باید گفت تا حجتیه در همه شون کشور ریشه دوانده انگلستان احتیاج نداره سفارت در ایران داشته باشه. پس شنونده محترم که سوال کردم ببیند چه رابطه تنگ و تنگی بین دربار و مسجد و حجتی و خیره بود، این پاسخی بود که به این ها دادم. الانم برای جانشینی خامنه‌ای که اگر فردا از بین بره چه می شود، دیدید که جلساتی در لندن و شیکاگو در واشنگتن تشکیل دادن، یک مواردی دیدن کسانی که در خطن، یکی مهدوی کنیه
یکی مصباح یزدی، یکی شاهرودی، همین ها از همین حجتی هستن، به اضافه اسم ولیعهد حاضر مجتبی خامنه‌ای هم میذارن که البته این یک جوکریه که مثل پسر خمینی اگر سرستا بشه مثل قهوه قجری به که دادن به احمد خمینی به اینم میدن و تمام میشه. و دیگه علاوه بر این ستا سپاه پاسدارانه که قدرت رو بگیره. پس اگر اینها انجام نشه موضوع حمله به ایران، نابودی ایران و فرستادن چلبی ها به ایران و جنگ داخلیه. این بود در مورد حجتیه که آقا عرض کردم. ممنونم از شما. اجازه بدین بیایم یک سوالی که فکر کنم الان همه ایرانی ها میشه بگیم در موردش صحبت میکنن و نگران هستن و اون خطر جنگ که از همه جا و از همه بلندگوها صداش داره به گوش میرسه، ناراحتی های زیادی رو در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده و میبینیم که در به اصطلاح سالگرد انقلاب اسلامی آقای احمدی نژاد اعلام میکنه که به زودی پیشرفت‌های مهمی رو درباره تکنولوژی هسته‌ای به دست میاریم یا آورده‌ایم و در یکی دو روز گذشته دیدیم که اعلام کردن و اون تعداد زیادی سنتریفیوژایی هست که درست کردن و همین چند دقیقه پیش هم باز تلویزیون‌های آمریکایی نشون میدادن که به خاطر این صحبت‌ها قیمت نفت بالا رفته. از اون ور کانادا هم حتی یه مقداری درباره فروش نفت به آمریکا و اینها داره به اصطلاح از راهی که قبلا میرفته جدا شده. بعد میبینیم که باز اون مقررات MPT و اینها میگه که داشتن نیروگاه‌های اتمی حق مسلم ما هست که دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای داشته باشیم. میخواستم کلا نظر شما را در این جریانات بدونم و ببینیم که این ماجراها به کجا ختم خواهد شد. با کمال میل. ببینید جناب آقای سوربی، با توجه به این امر که بشر وقتی که به این دنیا پاشو گذاشت، حالا از هر کجا، یا از بهش یا از آسمون، این حرفایی که میزنن، شروع کرد که تمام قوانین طبیعت رو به هم بزنه و طبیعت رو اصلا لجمال کنه، تا اینکه به خوردن گوش رو کرد. چکار کرد؟ رفت به طرف حیواناتی که حیوانا آزاد در طبیعت بودن، زندگی میکردن، یکی که اینا رو شکار کرد و کشت و خورد. بعضی هاشون هم گرفتن ارد حمل و نقل و بارکشی اینا ازش استفاده میکرد. حتی پوست این حیوانا رو هم کندن و لباس و غیرزاله کردن و بهره برداری کردن و اسم این حیواناتی که اووردن و در اختیار گرفتن اینا رو بهشون گفتن حیوانات اهلی و برای اینکه بشر زنده باشه راه کشتن و خوردن رو انتخاب کرد. اما اینجا یه اما هست، نه از اون اماهایی که شما گفتید. شیر و گرگ و ببر و پلنگ و مار اینا رو نتونستن مثل بقیه رامشون کنن، نتونستن آزادیشون از اونا سلب کنن و بیارن برده خودشون بکنن. چرا؟ اون حیوان از خودشون دفاع میکردن و حاضر نبودن. اون وقت این حیوانایی که دفاع میکردن و حاضر نبودن آزادیشون رو دست بدن و برده بشن، بشر به اینا گفت اینا حیوانات وحشی هن، اونا اهلی هن، اینا وحشی هن. اگر با حقوق بازی و تزویر اومدن این بعضی حیوانات بزرگ گرفتن و در قفس میذارن نشون میدن، بارها دیدیم که همین ها که در قفس هستن به محض اینکه امکان بده قفسبان خودشون میدرن و پاره میکنن، یعنی از طبیعت و آزادی خودشون دفاع میکنن. با این وضع این حیواناتی که از آزادی خود دفاع میکنن وحشی هستن یا انسانهایی که حیوانات بی دست و پا رو میکشه و خدمت و بردگی وامیداره وحشیه؟ این مثال رو گفتم براتون تا ببینید که این روش انسانها تا امروز و همیشه همینطوره. حالا به جون انسان ها افتادن. گروهی ظالم، ستم پیشه، زورگو هر کجای عالم تومه خوشمزه داشته باشه هجوم میارن، نفت باشه، هرچی باشه، مواد اولی باشه، میبلن، حالا میکشن، داغون میکنن. حالا اگه اون مردم در اون سرزمین ها طوق عبودیت
بندگی رو به گردن ننه، زیر بار زور نره، تسلیم نشه، فرمان این ستمگران زور رو قبول نکنن. وقتی که این انسان هایی که زیر بار نمیدن بهشون میگن بربرن، بیتمدنن، وحشین. چرا؟ میگن اینا آدم های ترور میکنن، به سفارتخونه حمله میکنن، نمایندگی ما رو میزنن، بر علیه ما شعار میدن، پس اینا وحشین. این عین قانون طبیعت رو این رقمیش دارن اجرا میکنن. این نمونه های من به شما بگم. در قرن 19 هم انگلیس ها کشتی هاشون در سراسر جهان فرمانروایی کلی بود دیگه، مشکل بزرگی داشتن در کشتی ها، حریف از بین بردن موشا نمی شدن. اینا اومدن یه روش تازه انتخاب کردن، تعدادی موشو گرفتن و مدت غذای اینا رو فقط گوش دادن که حبوبات و غیر اینا هیچ چی دیگه نخورن. به کلی موشا گوشخوار می شدن، بعد اونا رو ورشون می کردن در کشتی ها، گوشت و خوراکی حبوبات اینا نمی سه جمع می کردن. این موشا پرورده شده می افتادن به جون بقیه موشا، همه رو می خوردن، از بین می بردن، بعدن خود اینا رو می کشتن. حالا هم در قرن 21 هجوم آوران، زورگویان، ستمگران، ظالمان همون روش رو روی انسان انجام میدن. میان از کشوری که مورد نظرشونه تعداد رو عجیب میکنن، با عبا علفی مدت اونا رو میپرورونن و آماده برای خیانت میکنن و بعد به عنوان اپوزیسیون بر علیه حکومت کشور خودشون، کشوری که میخوان اشغال کنن، اینا رو علم میکنن و میان چیکار میکنن؟ چلبی سازی میکنن، رسانه ها بلتب میکوبن، پول و امکانات میدن، در آخر کارم علنن اسلحه و مهمات در اختیارشون میذارن، جنگ داخلی را افتده، کشور مردم به خرابگی و بیچارگی میفته، اون وقت میان تحریم میکنن، جلوی آب و نون و آذوقه مردم هم میگیرن، هزارها و صد هزارها کشته و از بین میرن. اون وقتی که این متمدنین هویج دموکراسی و حقوق بشر رو جلوی دماغ دلسوختگان قرار میدن تا اینکه بیان افسار بندگی رو به گردنشون آویزون کنن و اتحاد نشون بدن. ببینید در این 48 ساعت اخیر چه بلایی بر سر یونان آوردن. معلوم نیست یونان تا چه حد در برابر شورای اروپا بتونه مقاومت کنه. فشار دارن بخوان بهش تا پول بدن و تعهداتی بکنه. دولت قبول کرده، مجلس هم رای داد، ولی ملت نمیخوام. آتن دیروز همه آتش زدم. این کاریست که زورگویان میکنن اروپایی ها. در قرن 18 انگلیس ها بازی قانونی تصویب کردن که بردگی و استفاده انسان از انسان قدغنه. بسیار انسانی، بسیار دلفریب و بسیار خوب بود، همه خوششون میاد. بعد این چکشی درست کردن به نام ضد بردگی. این چکشو در دست گرفتن، حمله به کشورها میکردن به عنوان مبارزه با بردگی و نجات ملت ها و استعمار آنها، برای که همه را استثمار کردن و بلعیدن. تنها یه مرد مبارز، یه انسان والا تبار، ستاره درخشان آسمان ایران، سازنده ایران نوین، امیر کبیر بود که طی نامه‌ای به اونا اخطار کرد در خلیج فارس اطرافون حق ندارید به این بهانه ضد بردگی پا بذارید اینجا، باهاتون رو قلم میکنیم، ما خودمون والا مقامتر، فرهنگدارتر و بالاتر از شما هستیم و میتونیم در این منطقه جهان بردگی رو از بین ببریم. خب دیدید که این مرد بزرگو توسط شاه قاتل، شاه خائن، دربار کثیف کشتن. حالا هم که بردگی ظاهرا تمام شده، دنیای امروزی قرن 21 چکش همونه، ولی اون وقت بردگی بود. حالا چکش حقوق بشر درست کردن، در دست گرفتن و هر کجا مورد نظرشون باشه تا
تا به اونجا اردوکشی بکنن، با خاک یکسان میکنن و سفره تمدن خودشونو اونجا پهن میکنن. البته نه برای خودی ها، و مثلا عربستان بهشت برینه، بهترین نمونه آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و رفاه عمومی است. اونا کنارم. حالا تصور نفهمید که اگه ایران اعلان کنه که خنیسازی اورانیوم رو قطع میکنه، دست از سر ایران برمیداره. مگه صدام حسین قذافی قبول نکردن و سیستم های اتمی و سلاح های کشتار جمعی خودشون در اختیار غربی ها نذاشتن؟ بعد دیدید چه بلایی به سرشون آوردن؟ جنرال پاول وزیر خارجه آمریکا در سازمان ملل چند تا پوشه بزرگ چند هزار برگی رو میزش بود، معلوم نبود که این پوشه کاغذ سفید توشه چیه. دست روش گذاشت و به دنیا گفت اینا مدارک رسمی کلی است که صدام حسین دارای سلاح کشتار جمعی است و اتم است. و دیدید رسن چه بلایی سر شده، نه کشتار جمعی داشت نه سلاح اتمی. حالا خواب همون برنامه ها رو برای ایران شاید دیده باشم. من یه تجربه تاریخی رو براتون بیان میکنم که میتونه راهگشایی باشه برای ایران امروز. یعنی همون راهی رو که مرد برتر تاریخ ما دکتر مصدق برگزید. و این راه جلوی ما بازه تا بگوییم ایران یعنی بگیم. من از رژیم صحبت نمی کنم و از آخونده و از ایران صحبت میکنم. ما بگیم ما نمیخواییم آنچه شما میخواید انجام بدیم که به ما بگید ما اهلی شدیم وحشی نیستیم. نه، ما آزادیم، ارباب و صاحب اختیار در خارج و ولی فقیه در داخل حسن نمیخواییم. حالا ببینیم آقای دکتر مصدق رهبر بزرگ و قهرمان ملی تاریخ اخیر ما چه کرد در مقابل اینا. در روز ششم خرداد 1330 دولت انگلیس به ایران اطلاع داد که به دادگاه بین الملل‌های شکایت از ایران کرده. دکتر مصدق اعلام کرد که برابر وظایف مؤسسه مصوبه دادگاه، این دادگاه صلاحیت رسیدگی دعوا بین یک دولت و یک شرکت خصوصی رو نداره. 5 روز بعد آقای دکتر مصدق هیئت رو تعیین کرد به ریاست آقای دکتر حسابی، سناتور دکتر حسابی، که برن به جنوب. البته دکتر حسابی قبول نکرد. این بود که مهندس بازرگان و دکتر علی آبادی و مهندس بیات و دکتر متین دفتری و ناصر خلی اردلان و حسین مکه فرستاد اونجا. بعد بلافاصله دولت دستور داد که در جنوب تابلوها رو از همه جا بردارن و به جاش بنویسن هیئت مدیره موقت. در 13 تیر ماه، یعنی 23 روز بعد، به تقاضا و فشار انگلستان دادگاه لاهه یک اعلامیه داد، یه نظری داد که همون منظومی بود که انگلیس‌ها تهیه کرد. گفت اقدامات تأمینی برای جلوگیری از هر گونه عمل زیان آور به حقوق طرفین باید اتخاذ بشه که بهره برداری و بازرگانی شرکت نفت انگلیس و ایران دچار مشکل نشه. خب این برخلاف مقررات دادگاه بود، دادگاه حق اظهار نظر اینجوری نداره. دکتر مصدق هم میدونی که اون قهرمان بزرگ ملی مردی نبود که تسلیم بشه و برخلاف قانون ملی شدن که تصویب کرده بود بخواد نظر بده شرکت نفت کارش ادامه بده. البته ایران قبلا درباره دادگاه بین المللی لاهه و قضاوتش اینا مثل سایر کشور رو که رای داده بودن امضا کرده بود. ولی وقتی که این نظر دادگاه داد، آقای دکتر مصدق نامه‌ای نوشت به دبیر کل سازمان ملل که چون این دیوان بین المللی لاهه از جاده عدالت و بی‌طرفی خارج شده و برخلاف وظیفه‌ش هم به نفع شرکت خاصه رأی داده،
و این نظری که شما دیدید تحمیلیه که برخلاف همه موازین بین المللی و حقوق بین الملله. لذا بهتون ابلاغ میکنم از این تاریخ دولت ایران امضای قبلی خودشو از قبول قضاوت الهی پس میگیره. با این عمل دولت ایران دیگه الزامی نداشت که مقررات تحمیل دادگاه الهی را به دستور غربی ها رعایت کنه. پس ببینید همه راه ها هست و باید همین کار کرد. حالا هم مجلس امروز ایران لایحه‌ای داده تصویب کرده که به دولت اجازه داده در صورت که سازمان انرژی اتمی از قضاوت های یک طرفه و به نفع غربی ها دست بر نداره، دولت امضای خودشو پس بگیره و سازمان مزبور کنار بکشه. این کارو میتونه و اعلام بکنه که موقعی به سازمان مزبور میاد که اولا بی‌طرف باشه و بعدا وقتی که هندوستان، پاکستان، کره شمالی، اسرائیل هم که سلاح اتمی ندارن اونها بیان امضا کنن، ما میام امضا میکنیم. اما حالا چرا این کار نمیکنه معلوم نیست، یا لااقل من و امثال من بی اطلاع هستیم که در پشت پرده چه زدوبندهایی با هم دارن. با این صحنه سازی ها که هر روز علم میکنن که ایران میخواسته سفیر عربستان رو ترور کنه، هندوستان و گرجستان و تایلند و آذربایجان منافع اسرائیل رو حمله کرده و چیزهای دیگه که بعدا عنوان خواهد شد، همه و همه اینا زمین سازی افکار عمومی جهان برای نابودی ایرانه و البته میخوان به نفع اسرائیل کار کنن. ولی اشتباه بزرگی میکنن. چرا؟ اگر اسرائیل بخواد به بقای خودش در خاورمیانه ادامه بده، ملت اسرائیل، من میگم ملت اسرائیل، هیچ دوستی بهتر از ملت ایران در طول تاریخ در منطقه نداره که دارای دشمنان مشترک هستیم. من از ملت ها صحبت میکنم نه دولت ها. آقای سوروی، من خوشحالم که در آرشیو منظم و مرتب جنابالی این مصاحبه ها میمونه. چرا؟ رفتند و آمدیم، میرویم که بیاین. وقتی ما رفتیم برای آیندگان واقعیات به حقیقی باقی در این آرشیو هست که بتونن مورد استفاده قرار دهن. اینم پاسخ جنابالی در مورد. ممنونم شما به این مسئله به اصطلاح ترورهایی که در هندوستان و همچنین در تایلند، و من خیلی تعجب میکنم که این دولت ها که معمولا یه تصادفی که میشه میگن باید بررسی بشه تا در موردش صحبت کنیم، به چه سرعتی اینها همه گفتن که تقصیر ایران بوده. و به اصطلاح یکی از اونها خیلی خنددار میگفت که چون این سیستمی که اینها استفاده کردن برای اون به اصطلاح ماشین همسر سفیر اسرائیل همون سیستمی بوده که در ایران استفاده شده دانشمندا رو بکشن، پس این از طرف دولت ایرانه. در صورتی که طبق این فلسفه که ایشون میگه باید بگه این همون کسی هست که به اصطلاح اون ترور رو انجام داده. در صورت نمیدونم اینها بعضی وقتا به نظر میرسه انقدر سریع میخوان یه چیزی رو به خورد مردم بدن که حتی خودشون دقت نمیکنن که چی دارن میگن. و این ماجراهای تایلند که خب سالهای ساله که میدونیم ایرانیان اونجا هستن، که حتی بعضی از این ایرانی ها خلافکار هستن تو کارهای قاچاق و اینها، با وجودی که جرائم قاچاق اونجا سنگینه ولی باز اینها این کارا رو انجام میدادن. و حالا میبینیم که 3-4 تا انفجار و اینها رو به حساب ایران گذاشتن. به قول شما باید منتظر موند و ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینید در تایید فرمایشتون، وقتی یه ماشین تو خیابون تصادف میکنه، دو نفر زخمی میشن، فلان غیره، پلیس میاد کار رو میکنه، شما اونجا باشید به پلیس بگید چی شده، تقصیر کیه؟ میگه نمیدونم، باید بریم بررسی کنیم، عکس برداری کنیم، در آنالیز زخم و اینا رو بررسی کنیم تا بعد ما بهتون بگیم. یه رو دو رو طول میکشه تا پلیس بگه آقا مقصر کی بوده، بره دادگاه. ولی همونطور که شما گفتید، یک باره با انترنت خبر دادن که یک تصادفی شده در
نزدیکی های سفارت اسرائیل در گرجستان، اونا نمیخواد سفارت نزدیکی های در هند، همون لحظه اعلام کردن که این کار ایرانه. ببینی من فکر میکنم امام زمان ظهور کرده و در اختیار اینا هست، فوری خبر از قیب میده بهشون. بله ممنونم از شما. شما در مورد چلبی ها صحبت کردید و چقدر اونها رو مثال زدید و تشبیه کردید به اون حیوانات. اگه اجازه بدید بریم چند روزی عقب و روزهای چهارم و پنجم فوریه رو که عده‌ای در اون منطقه‌ای که به نام محل اولاف پالمه در استکهلم بود جمع شدن و به قول معروف نشستند و گفتند و برخواستند. حالا چند نفر از چهره‌های شناخته شده هم از جمله طرفداران سلطنت، مخصوصا طرفداران خانواده پهلوی حضور داشتند و همون شعارهای تکراری 30 ساله گذشته را سر دادند که سکولاریسم، همبستگی ملی، دموکراسی و آزادی. البته جدیدن من دیروز پریروز دیدم که تعدادی از شرکت کنندگان ابراز ندامت میکنن و میگن که ما نمیدونستیم تو چه جلسه ای داریم میریم، که خود همین این نشون میده که اینها چقدر فعالان با شعور هستن و چه روشن فکرانی هستن و همینجا مردم با تکلیفشون رو با اونها به اصطلاح بدونن چی هست. به نظر شما این جلسات چه فایده ای داره و هدف واقعی این افراد و این اونایی که اونجا شرکت کردن چیه؟ مهمتر از همه مردم داخل کشور چطور به این جلسات فکر میکنن؟ با کمال میل اجازه بدید که من از قسمت آخر سوالتون پاسخمو عرض کنم. بفهم که میفرمایید مردم داخل کشور درباره این جلسات چه فکر میکنن. میدونین با همه فشار و خفقانی که در رژیم هست، جواب مردم ایران به این جلسات فانتزی چی بود؟ ملاحظه فرمودید در 22 بهمن چند صد هزار نفر و چند میلیون نفر در تمام ایران برای سالگرد 34 سال انقلاب تو خیابونا تظاهرات کردن. حالا میگید که این منفعت طلبا میگن آوردنشون. خیلی خوب، نصفشون آوردن، 500 هزار تاش که درست بود. حالا شما اون جمعیت به در یک کفه ترازوی انصاف قرار بدید، در کفه دیگرش هم چند نفر شناخته شده سلطنت طلب، جدایی طلب، عوامل خود رژیم، فرصت طلب ها که آلت دست شدن، مانند اونایی که آلت سردار مهدی شدن، اینا رو هم در اونجا قرار بدید و نتیجه بگیرید که چه کفه قوی تره. آیا این 3-4-5 نفر یا اون ملت و اون عظمت اون چیه که در اونجا هست؟ دیدید که از مدت ها قبل عوامل خارجی، رسانه های فارسی زبان، سرویس های دشمن، بی بی سی، رادیو فردا، صدا آمریکا و این رسانه های فارسی که وابسته هستن چه تبلیغاتی کرده بودن که برای روز 25 بهمن همه مردم بیان تو خیابونا و برای نجات موسوی قاتل که نخست وزیر بوده و کروبی چیز کنن، تظاهرات کنن. وزیر خارجه انگلستان هم صحبت میکنه و اعلامیه میده که باید اینا رو از زندان آزادشون کنن. سازمان عفو بین الملل هم اعلامیه میده از تن روز قبل که آقا بیایید و تظاهرات آرام مردم و روی سفنج بهمن آزاد بذارید. دیدن در یک از این رادیوهای فارسی زبانی که صبح هستن که به اصطلاح میگن وصل میشه به تهران، یکی دو نفرم از اونجا میان هی فرماد میزنن که از 10 روز قبلش، بله آقا 25 مردم حاضرن، مرتب سمده همه حاضرن، میریم اله میکنیم خبر میدیم. این رادیو من اینجا بگفت لحظه به لحظه بگید، لحظه به لحظه پخش میکنیم از این صحبت ها.
و دیروز روز سه‌شنبه 25 دیدید که اولا هیچ آبی از آب تکون نخورد. یه عده اومده بودن تو خیابون تو پیاده روها راه رفتن. خب عصر که میشه تو پیاده روهای تهران آدم میره دیگه. حالا راه رفتن اومدن میگن نیروی انتظامی بود. خیلی خوب، مگه در انگلستان در فرانسه نیروی انتظامی دو برابر نمیاد تو خیابون؟ میدونید تظاهر کننده که هستن واقعا تظاهر کننده هستن، میزنن داغو میکنن پدرشون در میارن. پس اینها جواب قسمت آخر سوال شماست، این که اینا داخلی ها چه فکر میکنن. از طرف اینا جمع شدن این گفتگوهاشون با که درست کردن همون کاری کردن که 33 سال انجام دادن، همون کاری که لندن و پاریس کردن در استکهلم همون کار میکنن. این جلساتو من با اجازه شما اسمشو همیشه میذارم جلسات چلبی ها که به دستور خارجی ها برپا میشه. ولی بارها هم تو مصاحبه در مصاحبه خود شما گفتم اینا کور خوندن. چرا؟ چلبی سازا اونقدر در کشور خودشون درگیری دارن که حالا خودشون تبدیل به حلبی ساز شدن و اینا اشتباه میکنن. این جلسات و این کنگربازی ها و آرزوی همبستگی ملی ها که توسط افراد شناخته شده اونم در راستای خاص دشمنان ایران با پشتیبانی رسانه‌ای و مالی اون انجام میشه، آب در هاون کوبیدنه. و بالاتر از همینا من نمیدونم که طرفداران خاندان پهلوی و سلطنت طلبا در این جلسات فاندزی واقعا آقای سروی اینا دنبال چی میگردن. ببینید اشکار کار و تبلیغات آن گروه از سلطنت‌طلبانی که طرفداری افراطی نسبت خاندان پهلوی دارن اینه که اشتباهشون که با رفتار و گفتار خودشون نفی میکنن. اگرم خدماتی در دوران دو پهلوی سلسله دو پهلوی شده باشه، چون واقعیت‌های تاریخی رو نمیگن یه قلوب میکنن اونا رو هم از بین میبرن. یه ایمیلی بر من اومده بود، نمیدونم کی فرستاده بود، چیزاش هم مشخص نبود، ولی نویسنده دوبار در ایمیلش اعلام کرده بود که انگلیسا روحشون خبر نداشت که رضاخان به تهران میاد و کودتا میکنه. بعد در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، با اون مخالفت کردن. خب آقای صبری وقتی کسی با این شخص و اشخاصی که اینطور میگن مواجه میشه، خب دیگه آدم بحثی نداره باشون بکنه. یه مثال بزنم، یکی داشت دهی رد میشد، دیدی آقای سرشو گشته تو پایین توی جوب داره آب میخوره، گفت امو اینجور مثل ایوون آب نخور، سرد بلند کن، اینجوری خوب نیست، عقلت کم میشه. یارو سرشو بلند کرد و گفت چی عقل چیه؟ این آقا دید که اصلا این عقل اصلا نمیفهمه چیه، گفت ببخشید با تو نبودم که، با یکی دیگه بودم اونطوره، برو آبتو بخور. حالا به این نویسنده ایمیل که نمیدونم کی بود، معلومم نبود، باید گفت ادامه بدید، ایمیل بفرستید، راه خودتونه برید. ببینید این سلطنت طلبا در جلسات و رسانه ها به عنوان اپوزیسیون به خیال خودشون آلترناتیو سازی میکنن برای بعد از رژیم آخوندی و مرتب میگن بیاین و با هر فکر و ایده سیاسی همبستگی ملی ایجاد کنین. اولا اینا میگن سکولاریسم، اصلا نمیدونن سکولاریسم یعنی چی. اگر که در قطع دست مذهبی اون آخوندها در حکومت دولت باشه، که خوب در زمان رضا شاه هم بود، آخوندها رو آخرا کسی دیگه کاری در کار دولت و اینا نداشت، ولی خب دیکتاتور مطلق هم بود، یعنی منظورشون همون سکولاریسم زمان رضا شاهی است یا یکی دیگه. در هر حال اینا رو باید توجه بهشون داد، میخوان دموکراسی برقرار کنن، آزادی برقرار کنن، برابری در فرد ایران برقرار کنن. ببینید چه شورای قشنگی است که سر میدن، ولی اینا نمیدونن چی میگن، از همبستگی ملی دم میزنن. خب بسیار خوب، حالا با
بعد به اینا گفت آقا در این 150 سال اخیر آیا در ایران همبستگی ملی انجام شده یا نشده؟ ما بهشون میگیم بله آقا شده، در جنبش مشروطیت کار نداریم که مثلا دیگه پلو خورش در سفارت انگلیس برپا بود، ولی یک همبستگی ملی ایجاد شد بر علیه چی؟ بر علیه سلطنت و شاه دیکتاتور، که موفق هم شدن پادشاه مفلوک رو وادار کردن قانون اساسی رو امضا کرد. پس این اولیش بر علیه سلطنت. دومیش کی بود؟ در جنبش تنباکو همبستگی ملی به حدی ایجاد شد که حتی زنای ناصرالدین شاه تو دربار قلیونا رو شکستن و قلیون نکشیدن. یعنی یک همبستگی همه طبقات مردم بر علیه پادشاه صاحب قران، یعنی صاحب دو قرن سلطنت کرده بود، بلند شد و این همبستگی اونو به زانو در آورد. یعنی این بار هم همبستگی بر علیه سلطنت خودکامه بود. خب بعدم که مشروطه شد و میزل منبت اومد، اگه نظرتون باشه این شاه دیکتاتور خودکامه سری بار مشروطیت نرفت مجلس هم به توپ بست، یک بار همبستگی ایجاد شد بر علیه چی؟ این دفعه بازم بر علیه سلطان و شاه دیکتاتور، تا خلعش کردن و فراری شدن رفت روسیه. حالا ببینید موقعیت که رضا شاه رو برده چی شد؟ یک مرتبه باز همبستگی ملی بر علیه کی بود؟ بر علیه شاه بود، به طور که حتی همون نمایندگان دست نشانده خود مجلس نزدیکانش هم بودن بر علیه رضا شاه شعار دادن، شادی کرده همبستگی ملت جور گرفته شده بود که به طور کلی یک نفرم از اون شاهی که 20 سال براشون کار کرده بود دفاع نمی کرد، همم شعارهای بر علیه اون دادن، حتی در خود مجلس که معلوم بود فریاد زدن نگذارید از مجلس بره، از مملکت بره بیرون، دشتی و غزالی گفتم بگیرید دادگاهیش کنید. یعنی پاسم این همبستگی هم بر علیه کی بود؟ بر علیه سلطنت و بر علیه شاه. در زمان خلعیت از شرکت نفت اون همبستگی بی‌نظیر به دنبال قهرمان ملی و تاریخی ایران آقای دکتر مصدق یه پارچه ملت یکی بود، و چون شاه مخالف دکتر مصدق بود و برای براندازیش با انگلیس و آمریکا کودتا همکاری میکرد، این همبستگی هم این بار هم بر علیه شاه سلطنت بود. بعدم دیدید که چه جور پشتیبانی کردن و روز 25 مرداد وقتی که نصیری اومد و خواستن کودتا کنن و شکست خود، همون روزنامه اون روز رو ببینین، کیهان و اطلاعات که مال دربار بود با خوشحالی و همبستگی با همه ملت درست نوشتن که شاه فرار شد. در کوچه و بازار اتومبیلا بوق می‌زدن، همه شادی می‌کردن. این بار بازم چی شد؟ بازم بر علیه سلطنت دو مرتبه همبستگی ایجاد شد. یعنی همبستگی است که این سلطنت بود دنبالش دارم میرن دیگه. در انقلاب 1357 که دیگه همه ناظر بودیم که روزی که پادشاه حرکت کرد و با گریه ایران ترک کرد، میلیون ها نفر همبستگی ملی بر علیه شاه و سلطنت بودن که دنیا رو به قیمت برده شد. پس بارها همبستگی ملی ایجاد بوده، هر بار هم بر علیه سلطنت بوده و کم کم به وجود خودش رسید که در انقلاب 57 علاوه بر علیه سلطنت اصولا رژیم پادشاهی بود که فرو پاشید و خط بطلان به روش کشیده شد و همه رو حیران کرد به دنیا. همه تلویزیون ها نشون دادن که بیش از 90% مردم رژیم شاهنشاهی و قانون اساسی رو باطل کردن و رفتن به طرف جمهوری رأی دادن. البته بعد نمیدونستن که این کلمه اسلامی که دنبالش چسبوندن چه بلایی به سرشون میاره. حالا سوال از این که از این کسانی که طرفدار سلطنت هست و اینه که همبستگی دم میزنن، بپرسیم همبستگی بر علیه کی؟ ملت ایران که تکلیف سلطنت طلبه و خاندان پهلوی رو با رفراندوم تعیین کرده، آیا جوابی دارن بدن؟ پس اینا باید آگاه باشن که سلطنت نمیتونه یک از گزینه‌های
قابل قبول در سیستم حکومت آتی ایران باشه. روی میز همه گزینه ها هست به جز برگشت سلطنت موروثی. نسل اول انقلاب هم خود به خود تمام شده. الان سیستم سوسیال دموکراسی داره دنیا رو میگیره همه جا. سلطنت پروان از طرفی در این جلسات از دموکراسی دست دم میزنن. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردم بر مردم. مردمی که با انتخاب عده‌ای رو میان بر انتخاب میکنن، رأی میدن، مجلس میذارن، دولت تعیین میکنن و دولت و حکومت رو کنترل میکنن. خب شاه رو که مردم انتخاب نمیکنن، یا با کودتا و کشتار به سلطنت میرسه یا ارثیه، یعنی چون پدرش شاه بوده اینم شاه میشه. که خود موروثی بودن بدترین نوع حکومت سلطنتی است که فرزندش چا هر حالت جسمی، روحی، اخلاقی آلودگی داشته باشه اتوماتیکان شاه میشه. شما در ایران 520 سال قبل از میلاد مسیح در کشورمون سران مردم همه در پاسارگاه جمع شدن و اونجا رأی دادن که داریوش پادشاه بشه. با انتخاب مردم یه نفر انتخاب کردن و بزرگترین امپراتوری تاریخ رو برپا کرد و شرق و غرب به عالم رو به هم وصل بود. در روز 21 مارس 1763 که نوروز بود در دشت مقام، باز همه پرسی مردم بود که رأی دادن به سطح نادر که نمیخواست قبول کنه. گفتن نه باید حتما قبول کنی، که گفت به شرط قبول میکنم که دین داخل نشه، و همه قبول کردن پادشاه شو. تاریخمون رو ببینید، 470 سال پادشاهان هشکانی خدمت بزرگی به این مملکت کردن. بیشتر پادشاهان همشون انتخابی بودن، موروثی نبود. پس میبینیم که فرم دموکراسی با انتخاب مردمه و با سلطنت که موروثیه و انتخاب مردم در آن نقشی نداره به کلی مغایره. شاه و ولیتی که مردم در انتخابش نقشی نداشته باشن، دموکراسی و حکومت مردم بر مردم نیست. پس ملاحظه میفرمایید آقای سوربی، این آقایان سلطنت طلبا و طرفداران خاندان پهلوی که دم از دموکراسی میزنن، اول خودشون نفی میکنن، از خط خارج میکنن. اصلا وقتی میگن باید آزادی و برابری باشه، در حکومت سلطنتی مطلق و برابری وجود نداره. چرا؟ یه نفر، یه فامیل، یه خانواده سلطنتی بدون اینکه زحمت بکشن، کار کرده باشن، رنجی کشته باشن، از بودجه مملکت و مالیات مردم در کارخانه‌های مجلل لمیده و تیمار میشن و فساد مالی و اخلاقی رو رواج میدن. همه چیز در اختیار دارن، دستشون هم برسه از دزدی روگردان نیستن و خودشون ذل الله هم میدونن و همشون هم با متافیزیک ارتباط دارن که از اون بالا اومدن که مردم رو رعیت پرور باشن. بیاید مثالی بزنن که اینا بهش اغلب متوسل میشن. امروز وضع اقتصادی و بحرانی که اروپا رو گرفته، انگلستان رسیده در حومه شهرها سیاروزی بدبختی حکم فرماست. در انگلستان بهداشت و درمان برای بیچارگانی است. انگلستان بیش از 18 میلیارد پوند کسر بودجه داره. ملکه انگلیس خودش مولتی میلیاردره. معلوث هزینه دربار از بودجه و مالیات این مملکت مردم بدبخته. خرجی را که برای نگهداری اسبای دور کالسکه شاه میکنن، که میگن شنیدم در یک از مدیه ها که 600 رس اسبه، با خرجی میتونن هزاران گرسنه‌ای دور شهر رو نون آب برسونن. از طرفی ماه گذشته بزرگترین پالایشگاه نفت جنوب انگلستان ورشکستگی اعلام کرد. پول ندارن دولت کمکش کنه. بودجه دانشگاه رو کم کردن. شهری دانشجوها کم برابر شده. هر روز اعتصابه. او وقت دولت اولیا حضرت ملکه یک کنار تایمز از بودجه همین مردم بدبخت تنگ دستی که هستن، کانال فرانسه شماره 5 فرانسه میگفتش که
60 میلیون پوند معذرت خواهم، یعنی بیش از 100 و چند میلیون دلار بودجه اختصاص دادن که یک کشتی تفریحی لوکس بسازن و به عنوان کادو برای 60 سال سلطنت ملکه تقدیم کنن تا به جمع کشتی های لوکس تفریحی دیگر او اضافه بشه. پس ملازم فرمایید این برابری و عدالت در رژیم های سلطنتی موروثی که میگن نه شاه بیاد سلطنت کنه، حکومت این داره میکنه دیگه، حکومت این میکنه و دنبال این همی اون سمبل بازی میکنن. خب این مگه این نمونهش نیست؟ یادم میاد یه مثالی بهتون بزنم راجع به سمبل. وقتی که من دوره پدافند ملی ارتش فرانسه رو تیمی کردم در سال 1973 و 75 یه افسر کانادایی داشتیم، هم دوره ما بود، روزی در نارخوری جمع بودیم و صحبت از روزهای استقلال ملی کشور بود، هر کسی یه چیزی میگو، البته اغلبشون هم شعور خاک و اطلاعی کافی تاریخی نداشت. مثلا از من گفتن روز تاریخی شما استقلال شما، بودم ما هیچ وقت مستمیر دست نبودیم که مثل شما که استقلال داشته باشیم. در هر حال این افسر کانادایی شروع کرد به روز استقلالش برای من برفتار الکدیم. من بهش گفتم که ببین تو از کدوم استقلال صحبت میکنی؟ کانادا که مستعمره انگلستانه، هرون مگه عکس ملکه در تمام دفاترتون نیست؟ مگه گوورنور انگلیسی اونجا نیست؟ کجای کانادا استقلال داره که تو جس میگیری؟ گفت نه بابا اون سمبوله، دولت حکومت میکنه. شروع کرد از سمبول بازی دم زدن و زیر بار حقیقت نمیره. گفتم تو تاریخ شما چرچیل برای شما سمبول تره یا ملکه؟ دیدم نه چیزی حالیش نیست، هی داره از سمبول و سمبول بازی صحبت میکنه. یاد اون یارو بودم که آب تو جوب میخورد، گفتم ولش کن بذار هرچی میخواد بگه، و چنان در سمبول بازی افتاده خفه شده که اصلا بحثی باش فایده نداره. گفتم فقط بهش گفتم مواظب باش در این سرمایه کانادا سمبول منجمد نشه. شوخی میکردی من افسرهای همدورم از فرد صبح همش دستش ازخته بودن، وقتی صبح میمد همه تا میگفتن بونجور میگفتن سمبول چطوره. از برابری اجتماعی در حکومت سلطنتی باز یه نمونه هم بساتون بران کنم. اینه میگم که بدونی سمبول منبولی که اینا میگن منظورشون چیه، یا اون دکتاتوریاست که داشته یا این سمبولیست که باید یه دی بیان بخورن و نمیدونم به وسیله مواد مخدر خودکشی کنن غیر ذالک. نه اینا رو ما نمیخوایم. عزیزم که میگم برابری در هست در حکومت سلطنتی اصلا بی خوده، همچیزی وجود نداره برابری. این آقای پوروالید رو شما میشناسید، آقای سوربی که روزنامه نویس مشهور ایرانی بود دیگه، روحش شاد. گفت روزی یک ژورنالیستی رفته بود در مسجد سلیمان در اون گرمای طاقت فرسا زیر آفتاب، از کارگری که عرق میریخت کار میکرد سوال کرد ماهایونه چقدر حقوق میگیری؟ کارگره آدم روشنی بود جواب داد رئیس شرکت نفت و من رو هم 100,600 تومان حقوق داریم. 100,000 تومانشو مال رئیس شرکتی با همه اتومبیل و خونه و مزایا و فوق‌العاده، 600 تومنش هم بدون هیچ مزایا و زندگی در آلونک بدون تاق مال منه. این نمونه است از برابری اجتماعی که در کشور ما وجود داشت. البته ساواک پاسخ دلپذیر به کارگر بیچاره داده بود، روزنامه نویس هم به کلی ممنوع القلم شده بود تا رژیم بود. این پاسخ شما رو دادم و نظرم این است که آقای سوربی روزگار کهنه اندیشان و سنت فروشی سپری شده، افکار کپک زده رو باید پاک کرد. آقای سوربی باز هر وقتم از همبستگی ملی میزنه بفرمایید این مصاحبه رو در آرشیو شما دوباره گوش کنن که چند بار در تاریخ ما همبستگی ملی ایجاد شده و همیشه بر علیه کی بوده به غیر از سلطنت.
آنان که هنوز زیر سقف فروخریختی خودکامگی سلطنتی سینه و زنجیر میزنن باید به خودشون بیان، به زیر خیمه ملی‌گرایی، همبستگی ملی و تمامیت ارض ایران رو جستجو کنن. آخرین جمله من اینه: شانه های خونین و مجروح مردم پس از کودتای 28 مرداد التیام نیافته و آمادگی نداره که باز تابوت سلطنت خودکامه دیگری رو به دوش بکشه. اینم پاسخ حضرت عالی آقای سوربی. من ممنونم از شما. شما تو توضیحاتتون به یونان اشاره کردید و اون وضع اسفباری که الان اونجا پیش اومده. یک ریپورتی رو میدیدم که میگفت یونان که خودش پایه‌گذار و شروع دموکراسی بوده، الان وضعش به یک جایی رسیده که دیگه مردمش نمیتونن حرفی بزنن و آلمان و اروپا برای مردم تصمیم میگیرن و حقیقتا میشه گفت که یک نوع به اصطلاح بردهداری جدیدی رو دارن در اونجا آغاز میکنن و شروع میکنن. من از شما ممنونم. بله بفرمایید. بله ببینید، فیلسوف بزرگ همون یونان ارسطو یه جمله گفته، یادم باشه جملهش این بود وقتی خوندم، که برده به دنیا میاد و برده زندگی میکنه. هنوی دنیای خب دنبال اون حرفه، دیگه نمیدونن بابا، درک نمیکنن که میدون بازی و بازیگران همش عوض شده. اصل انترنته، اصل فیسبوکه، کسی نیست که بنده باشه بندگی بکنه. اینه که این دولت‌های غربی هم چنگ گذاشتن دنیا رو میخوان برده کنن به دنبال اون فیلسوف بزرگ غرب. الان خود اروپا با یونان بدبخت دارن همین کارو میکنن، میگن آقا بیاین 130 میلیارد دلار عربو دیروز بهش بدن، بازم نهیدن، گفتن تو باید 110 میلیارد دلار اوراق قرضه بفروشی، بودجت هم کم کنی تا ما باید بدیم. اونا میگه آقا من نمیخوام. مردم میگن، دولت مجبوره چون دست نشانده است، مردم میگن آقا ما نمیخوایم، ما میخوایم از منطقه اورو خارج بشیم، ما نمیخوایم بنده شما بشیم، ما نمیخوایم بانک جهانی و بانک اروپا تکلیف ما رو معلوم کنه، ما رو ول کنید بذارید به خودمون باشه. سر بدبختی سر این الان برای اونها چیز میشه. حالا من نمیدونم این آقایونی که خود ماها هم کشوری های ما هم میهنان عزیز ما میبینن که زورگاه در دنیا چکار میکنن، باز از اینا گدایی میکنن که بیاد اینجا به ما کمک کنی، ما رو نجات بدین. وقتی انگلیس ها دنیای این بودن که ایران هم مثل فلسطین، مثل سوریه، مثل عراق بیان تحت قیومت خودتون درارن، اون موقع همون موقع ما ایرانیان بزرگی داشتیم که بهشون حمله کردن. یه قصیده بزرگی است که نمیدونم چی بود، ولی یه شعرش یادم میاد که میگه این وطن مصر و شام و بغداد نیست، این وطن شهریست کان را نام نیست. اینو تو دهن انگلیسا میزد. ولی الان من نمیدونم این هم میهنان ما این جلسات چلبی ها چی میخوان، به دنبال چی هن، چی بیاد بزن اونجا نابود کنه. واقعا باعث شرمساری و ننگ اصل و نسل ماست که اگر اینها بخوان زندگی کنن. البته در طول تاریخ هم سابقه داشته، سابقه حالا شروع نمیشه که اینا فکر کنن این بندگی و بردگی را اینا شروع کردن، ما همیشه داشتیم. اینم پاسخ آقا. من ممنونم از شما، تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار بنده و دوستان عزیز میذارید و امیدوارم که تا برنامه‌های آینده باز هم شما رو داشته باشیم و بتونیم از تجربیاتتون و خاطراتتون استفاده کنیم. دوستان میتونن مستقیما یا با شما تماس بگیرن از طریق ایمیل یا از طریق تلفن و ایمیل با من تماس بگیرن. من اون پیام‌ها و ایمیل‌ها رو برای شما فوروارد میکنم و تا حالا دیدیم که هیچ به اصطلاح پرسشی رو شما بدون پاسخ
نذاشتید و من بدین وسیله ازتون تشکر میکنم. تشکر از محبت صادقانه حضرت عالی و پایدار باشید. مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون باشه. پایدار. خب دوستان عزیز، این هم برنامه امروز که تاریخ گویا با آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور بودیم. ضمن تشکر از ایشان، از شما هم ممنون هستیم که به تلویزیون مردم توجه کردید. لطف کنید به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید و از تلویزیون مردم حمایت کنید اگر امکانش رو دارید. بریم با هم چند تا عکس زیبا از مناطق مختلف ایران ببینیم تا دنباله برنامه ها رو هم پیگیری کنیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. ضمناً امشب ساعت 8 شب، یعنی 2 ساعت دیگه، من در تلویزیون آپادانا و تلویزیون مردم همزمان برنامه دارم و طبق معمول برنامه های من هست سربی با مردم و شما میتونید در این برنامه ها تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید و با دیگران در میون بذارید. ممنونم، خدا نگهدار.